درود میفرستم خدمتتون. حضورتون عرض ادب میکنم هموطنان عزیز و ارجمندم. اجازه میخواهم کریسمس را خدمت همه مسیحیان جهان، خاصه هموطنان مسیح خودمان و هنوکا را به تمام هموطنان یهودی خودمون تبریک بگم و برایشون سال آینده را سالی پر از خبرهای خوش آرزو کنم. سال برآورد آرزوهای انسانی برای همه ملت‌ها. اخیراً به نظر می‌رسد که سال 2015 که آغاز می‌شود می‌تواند سالی سرشار از خوبی‌ها باشد، یعنی نقطه مقابل سالی که روزهای پایانی آن را به سر می‌بریم. سال 2014 به معنای واقعی کلمه سالی بد بود. سالی بد بود برای اقلیت‌های مذهبی، سالی بد بود برای ملت‌های گوناگون، سال جنگ و خونریزی، سالی که به معنای واقعی کلمه وحشتناک بود. اما سالی که آغاز می‌شود نشانه‌های را با خود همراه دارد، نشانه‌هایی که البته همه جا انتشار نمی‌یابد، نیاز به کنجکاوی و جستجو دارد. از جمله اینکه روزنامه الاهرام، معروفترین و معتبرترین روزنامه شاخ افریقا آن منطقه، روزنامه مصری الاهرام، از قول یک شخص آگاه، یک مقام آگاه، می نویسد که در سال 2015 تکلیف آقای بشار اسد روشن می شود، بدین معنا که آقای بشار اسد از قدرت کنار خواهد رفت و این در واقع زخمی که موجبات همه این خونریزی ها را در جهان فراهم آورد و از جمله به وجود آمدن داعش، از جمله گرفتاری اوکراین، از جمله اختلاف میان آمریکا و روسیه، از جمله سقوط قیمت نفت در جهان به پایان می رسد. این مقام آگاه به روزنامه الاهرام گفته است که نمایندگان عربستان سعودی و نمایندگان روسیه در جریان این سقوط نفت که ضربه سختی به روسیه زد، مذاکراتی را انجام دادند، گفتگوهایی را انجام دادند و سرانجام آقای پوتین تصمیم گرفته است که با کنار رفتن بشار اسد از قدرت موافقت کند. البته برای آینده آقای بشار اسد هیچ گفتگوی انجام نگرفته است، اما آقای پوتین گفته است که شرایط به سمت سوی می رود که ما می توانیم با آمریکا و عربستان سعودی در مورد سرنوشت حکومت بشار اسد بعد از کنار رفتن بشار اسد عرض کنم تصمیم گیری کنیم. خب دلایل آن بسیار مشخص است. نفت که ارزان شد فقط به روسیه لطمه نزد، حکومت اسلامی را آنچنان ضعیف و ذلیل کرد که دیگر نمیتوانست ثروتهای سرقت شده از سفره مردم مظلوم ایران را برای آقای بشار اسد بفرستد تا او همچنان بتواند حقوق ارتشیان خود را بپردازد تا مردم سوریه را قتل عام کند. خود حکومت اسلامی دچار کمبود بودجه است. در مجلس شورای اسلامی بحث این می شود که آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، در بودجه سال آینده قیمت دلار، قیمت نفت را 72 دلار محاسبه کرده است، در حالی که این غلط است و این موجبات اشکالات فراوان اقتصادی را در ایران به وجود می آورد، چون تصور نمی شود که نفت فعلا بیشتر از 60 دلار قیمت پیدا کند. خب در چنین شرایطی بدیهی است که دیگر نمی توانند پول، اسلحه و همه آن چیزی را که آقای بشار اسد به آن متکی بوده است روانه سوریه کنند.
حتی لبنان از پذیرفتن کمک هایی که حکومت اسلامی در مورد تسلیحات انجام پیشنهاد کرده بود سر باز زده است. یعنی لبنان نمیخواهد که اسلحه ای آنجا بیاید به دست حزب الله لبنان برسد تا در سوریه کشتار کند و یا موجبات گرفتاری ها را در منطقه به وجود آورد. پس بنابراین این نشانه ها حاکی از آن است که اگر آقای پوتین با کنار رفتن بشار اسد موافقت کند، دیگر حکومت اسلامی نمیتواند نقشی در خاورمیانه داشته باشد. همان چیزی که آقای اوباما روی آن محاسبه کرده بود از آغاز روی کار آمدنش، از آغاز ریاست جمهوریش، میخواهد بازوهای اجرایی حکومت اسلامی را در آن بخش از منطقه قطع کند و بدین ترتیب قطع خواهد کرد. علاوه بر آن، به دلیل اینکه سال 2015 سالی است که آقای اوباما به پایان ریاست جمهوری خود نزدیک می شود و زمزمه های انتخابات سال بعد در آمریکا آغاز می شود، تبلیغات، گفتگوها، تفسیرها، اخبار، و آقای اوباما در موقعیت بدی فعلا قرار دارد تا جایی که ارتشیان آمریکا نسبت به آقای اوباما ابراز عدم اعتماد میکنند و میگویند درست است که طبق قوانین او فرمانده کل قواست، اما فرمانده کل قوایی است که نمیتواند تصمیم گیری کند و به مسائل ارتشی وارد نیست. آمارگیری های اخیر نشان میدهد که برای اولین بار محبوبیت رئیس جمهور آمریکا میان ارتش آمریکا به 11% فقط رسیده است. ناگزیر و ناچار آقای اوباما باید سال آینده که در واقع به نحو و نوعی سال پایانی حکومت ریاست جمهوری خود می باشد، اوضاع و احوال را اندکی بهتر کند که وقتی می رود یک میراث، حداقل میراث خوبی از خود به جای بگذارد در اذهان مردم آمریکا به خاطر حزبش، حزب دموکرات. این چنین است که امیدواریم که سالی که در پیش روی داریم سالی باشد سرشار از برکت، سرشار از خبرهای خوش و در مجموع از این ماجراها، یعنی از این بهبودیها، سهمی هم نصیب ایران به ماتم نشسته ما شود، سهمی هم ملت ایران ببرد و بعد از 36 سال از شرایط بسیار اسفناک امروزی نجات پیدا کند. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر میسپارم. بدرود.